سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، یک آموزگار در تخار از پول شخصیش برای 360 کودک دانش آموز قرطاسیه توزیع کرده است. یک دختر جوان در تخار خودش را حلقاوی ساخت. برداشت اواید سفارت افغانستان در مسکو، نبود دیوار استنادی، آبخیزی های آمو همه ساله بخش از اراضی تخار را میبلعد. و همچنان در پایان، طالب ها در سالنگ شمالی توسط مقاومتگران شکار شدند. به نام خدا و با درود سلام بر کانال خبری ما خوش آمدین. مشروع خبرها، نبود دیوار استنادی، آبخیزی های آمو همه ساله بخش از اراضی تخار را میبلعد. روزنامه 8 صبح کابل می نویسد دریای آمو طویل ترین رودخانه دریای آسیای میانه است که از کوههای پامیر سرچشمه گرفته است. این دریا مرز مشترک میان 4 کشور افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان را تشکیل داده است. در فصل بهار با بلند رفتن سطح آب، آبخیزی این دریا شروع می شود و مناطق اطرافش را تخریب می کند. شماری از ساکنان ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار می گویند که آبخیزی های دریای آمو همه ساله در فصل بهار بخشی از اراضی این ولایت را می بلعد. با گفته آنان، آبخیزی این دریا هر سال صدها جریب زمین زراعتی و جنگلات را در این ولایت تخریب می کند. با گفته باشندگان این ولسوالی، نبود دیوار استنادی در این منطقه قلمرو تاجیکستان را به سوی افغانستان وسعت می دهد. سبحان الله، باشنده ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که در اثر سرازیر شدن آب دریای آمو در منطقه های اغرب کاکل، سکسکول و آی خانم، ولسوالی دشت قلعه، بخش های ولسوالی خواجه باودین و ولسوالی ینگین قلعه ولایت تخار ده ها جریب زمین زراعتی و جنگلات را بلعیده است. سبحان الله افزود، با گذشت هر سال منطقه مرزی قلمرو تاجیکستان وسعت پیدا می کند. این مشکل را بارها مسئولان مربوط هم شدید ساختیم، اما آنان برای ایجاد یک دیوار استنادی تلاش نکردند. دریای آمو در شمال کشور قسمت های زیادی از سرحدات افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را تشکیل داده است. این دریا حدود 1200 کیلومتر مرز مشترک میان افغانستان و این سه کشور را تشکیل داده است. محمد جویا، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ینگین قلعه، گفت که آب دریای آمو تا کنون صدها هکتار زمین زراعتی را در چند ولسوالی تخار بلعیده است. با گفته وی، اگر مسئولان حکومتی توجه نکنند، شاید تا سال آینده صدها هکتار زمین زراعتی دیگر طعمه آب شود. جویان افزود که تاجیکستان برای جلوگیری از تخریب آبخیزی این دریا تحکیمات قوی ساخته و به همین دلیل لنگر آب به سوی افغانستان شده است. عبدالله نظری یکی از بزرگان قومی این ولسوالی است. نظری گفت که در فصل بهار تقریبا دریای آمو در قلمرو افغانستان آغاز می شود و به همین علت همه سال چندین کیلومتر اراضی کشور به جغرافیای تاجیکستان وصل می شود. این بزرگ قومی تصریح کرد که تا حال حکومت قادر به ایجاد دیوار استنادی در کناره های دریای آمو نشده است و به همین زمین های زراعتی و جنگلات این ولسوالی در اثر آبخیزی ها تخریب می شود. عبدالله نظری خاطر نشان کرد که دولت باید زمینه تحکیم سواحل آمو را مساعد بسازد تا از این طریق جلوگیری تقریبا زمین های زراعتی و حذف جغرافیای کشور گرفته شود. در همین حال، احمد سیار ساجد، رئیس مبارزه با حوادث طالبان در ولایت تخار، گفت که تحکیم سواحل آمو میلیون ها دلار هزینه نیاز دارد و این کار از توان اداره محلی بالا است. با گفته احمد سیار ساجد، مسئولان مرکزی باید بودجه هنگفته برای ساخت دیوار استنادی در کنار دریای آمو اختصاص دهند. تنها ولایت تخار نیست که به دلیل آبخیزی های رودخانه آمو
همساله بخشی از جغرافیایش را به قلمرو تاجیکستان وصل می کند، بلکه در ولایت های کندوز، بلخ، جوزجان نیز مشکلات وجود دارد. همچنان این در حالی است که قرارگاه شاوای پنشیر در روی صفحه رسمی تویتر خود می نویسد: الیوم طالبان در سالنگ شمالی توسط مقاومتگران شکار شدند. قابل یادآوری است که این سایت خبری رسمیت کامل ندارد، تا کنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است. با این حال یک دختر جوان در تخار خودش را حلق‌آویز کرد. روزنامه 8 صبح کابل به نقل از تخار می نویسد: منابع محلی در ولایت تخار می گویند یک دختر 18 ساله خودش را در این ولایت حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. به گفته منابع محلی این رویداد دیروز پنجشنبه 25 حمل در منطقه چوبپور از مربوطات شهر طالقان رخ داده است. منابع به روزنامه 8 صبح کابل می گویند که مادر این دختر می خواستد جسد او را به شفاخانه ولایتی انتقال دهد تا بررسی تکنیکی صورت بگیرد، اما طالبان محلی اجازه ندادند. تا کنون انگیزه خودکشی این دختر معلوم نیست. مسئولان محلی طالبان در پیوند به این رویداد چیزی نگفتند. یک آموزگار در ولایت تخار از پول شخصیش برای 360 کودک دانش آموز قرطاسیه توزیع کرده است. روزنامه 8 صبح کابل می نویسد: یک آموزگار در تخار از پول جیب شخصی خود برای 360 کودک دانش آموز قرطاسیه و مواد دیگر مکاتب را ارائه کرده است. گرفته شده از روزنامه 8 صبح کابل. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیو های بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیو های روز را به نشر می گذاریم. امید که از ویدیو های جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. آخرین جزئیات از افغانستان و جهان را برای شما به نشر خواهیم گذاشت.